واکنش ها در برابر تصمیم کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی. فوزیه کوفی بیرون شدن نامش را از فهرست نامزدان یک تصمیم سیاسی می داند و می گوید که کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی هیچ سند درباره پیوندش با گروه های مسلح غیر قانونی نشان نداده است. ما در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید، هر نهاد دیگه ثابت کنه که حتی یک تفنگچه غیر مسئول ما یا هر یک از اقاربین ما داشته باشن، ما حاضر هستم از صحنه سیاست افغانستان از مردم افغانستان معذرت بخوایم و کنار برم. بانو کوفی کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی را به خواستن رشوه از همکارانش متهم می سازد و خواهان بررسی اتهام ها بر خودش از سوی یک کمیسیون بیطرف جهانی است. در همین حال شمار دیگر از کسانی که نامهایشان از فهرست نامزدان بیرون کشیده شدند اینجا در برابر کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی بیرون کشیدن نامهایشان را از فهرست نامهای نامزدان انتخابات مجلس سیاسی و ناعادلانه می دانند. غیرت دلیل پختنه می وکړه چې دلیل و موږ مکلف نه یو چې دلیل وایو او همدارنګه د استیناف خواهی غوښتنه مې وکړه وای حق نه لري چې استیناف خواهی ځکه نه د استیناف خواهی حق ما ته راکړی و نه همدارنګه مخکې نه ما ته خبر راکړی و پرون د فیسبوک د لارې څخه خبر شولم چې ستاسو نوم ایستلی دی درې بجې شل دقیقې بالا دغه کمیسیون مخ ته راغلم ورته مې وویل چې زه نه وم خبر باید خبر سوی وای چې زما مشکل څه شو نو دلته دوی وویل چې یو لانست هغه وتلی دی درې بجې شل بالا وی. اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی در دفترهایشان نیستند و هیچ کس در این نهاد برای پاسخگویی بر رسانه ها و اعتراض کنندگان حضور ندارد. در گرد و پیش این کمیسیون تدابیر سخت امنیتی گرفته شده است و نیروهای امنیتی بسیار در چهار سوی این نهاد جابجا شدند.